پیام‌آوران داستان. داستان آدم و حوا مره شروع به کسانی که شیطان حرفه گوش بکودد، نه خدا حرفه گوشن نافرمانی بکودد و رابطه کاملی که انسان خدا امره داشته جیمیان بوشو. گوشن اولین کسانی بود که گناه و مرگ تجربه بکودد، بازن سعی بکودد که درختان برگ امره خوشن شرمندگی بپوشند، ولی خدا اپوشش جه رازی نوبو و خدا اولین قربانی انجام بده و حیوانات پوست امره اوشن شرم بپوشنی. آدم و حوا دو تا زی داشته، هابیل و قائن. ایت روز قائن خودش زمین محصول جه خدا یه هدیه ای تقدیم بکود، ولی هابیل خو گله جه ایت حیوان قربانی بکود، یعنی قربانی خون. خدا هابیل قربانی قبول بکود، ولی قائنشینه نه. چرا؟ چون گناه نتیجه مرگه و هر گناه امر خدا جه سیوای کنه و اون قیمت فقط خونه. قائن حسودی باعث ببست که خوب بره را بکوشه و بشریت خو امر ببوره تاریکی درون. صدها سال بعد شرارت جوری زیاده بست که خدا بفرماست به جز نوح و اون خانواده هیچ کی سزاوار نیه زنده بمانه. خداوند نوح بو گفت ایت پیلان کشتی چکونه و ا پیغام موعظه بکنه. خدا داوری نزدیک و فقط ایت راه نه تا نجات پیدا کنید، یعنی کشتی. مردم اون خنده گیفتید تا انکی باران شروع بکود به وارستن و زمین اعماق جه آب فوران بکود، ولی مردم اوضیت ره آمادگی نشتید. طوفان همه آدمان و همه حیوانات جمیان ببرد. زمین آدمیان گناه و سی خراب بست. فقط نوح و اون خانواده و حیواناتی که کشتی درون ایسابود نجات پیدا کدید. بازن ابراهیم ایمان پیر با ما. خدا اونه دستور بده خودش زای اوسنه و موریا کوجور اونه قربانی بکنه. با اینکه ابراهیم ادستور جه ناراحت بست، ولی خدا جه اطاعت بکود. اون خو پسر ببورد کوجور و عملا خو ایمان ثابت بکود. درست موقعی که خست خو پسر قربانی بکنه خدا اونه جلوی بگیفت و خدا حیوانی آماده کود تا ابراهیم پسر جای بگیره. خدا اونه پسر جا نبهه، خون خون جا و زندگی زندگی جا. اما زوج 400 سال بگذشت و خدا موسای اوسکود تا قوم اسرائیل بردگی جا نجات بده، ولی فرعون که مصر آکن بر رازی نو بر. پس خدا همونه 10 تا بلا مره مجازات بکود. آخرین بلا فرشته مرگ بو که خدا اوسکوده بو تا هر خانواده پیل پسر بکوشه، مگر خانوادیانی که خدا فرمان بده با قربانی بکند. اوشن وستی قربانی خونه خوشن خانه سردر رو وسه بد. وقتی فرشته مرگ خونه ده، دنستی که اخانه زکن به واسطه قربانی خون به ببستد. اسرائیلی یا مصری فرقی نکوده، اگر خدا دستور جای اطاعت بکوده بد، اوشن زکن نجات پیدا کدهد، وگر نه اون شبره همه خانیان جکی خدا رحمت به واسطه قربانی رد کده بود شیون و زاری صدا بلند بست. بازن موسا تورات مردم آفده که اون درون خدا رسومی تعیین بکود تا انسان گناهان ببخشه. آدم گناهکار حیوانی آورد کاهن ورجه خودس حیوان رونه، یعنی می گناه حیوان منتقل بیبه. بازن حیوان قربانی بسته و اون خون اون آدم گناهان پوشش ده. داوود پادشاه و باقی پیغمبران تورات جه اطاعت کدید، ولی همیشه فکر کدید واقعا حیوان خون تنه آدمی گناهانه بپوشنه؟ یا انکی قربانی ایت سمبول و نشانه ایس آینده ره؟ داوود ایت پادشاه ظهور پیشگویی بکود، یعنی مسیح موعود امانه. این فرجی داوود نسل که قدرت امره حکومت کنه، ولی آدمی فروتن و خوشقلبه. مسیح موعود بی گناه و بی عیب و کامله
کی رنج دینه و میره. اون لایقه کی قربانی عظیم و با ارزشی بیبه. ایسا آخر درون ایت دختر باکرج بدون یا بامو، یعنی ایت تولد پاک. اون تولد موقع چوپانای فقیر و مجوسیان ثروتمند جی مشرق زمین عرض احترام ره بوشد اون دینره. اوشن شهادت بدهد که اون مسیح موعوده که خدا کلام وعده بده بود. وقتی ایسا پیلبست شروع بکود درباره محبت و راستی و صلح و فروتنی موعظه کدن، اون ایت نجار فروتن ولی ایت عالم دینی بزرگ بود. اون حرفن ریاکاران مذهبی ناراحت کده، کسانی که اعمال مذهبی واجبتر دنستد تا هنکی بخید خدای محبت بکند، ولی فقیران و توبکاران و گناهکاران عیسی دوست داشتد. اون کران و کوران و فلجان و مریضان و دیوانیان شفا دهه، حتی مرده زنده کد. اون معلمی با که خدا عاشقانه دعوت کده که زندگی کاملی بدارد. عیسی حتی خدای خوب پرده خده و نشان بده که خدا انسان دوست داره. ایت پیر منستن، خدا خسته انسان امره ارتباط بداره، چوتو که پیر خوزه امره ارتباط داره. ولی ایت مشکل نه با انسان گناهکار ولی خدا مقدس با گناه که آدم جا شروع ببسته با انسان خدای جا سیوای کود. مسیح موعود دنسته که چی لازمه تا انسان بتنه دوباره وگرده خدا طرف. یحیای تعمید دهنده درباره عیسی بگفت: بیدینید خدا بره که جهان گناه اوسنه. عیسی هون مسیح موعوده که به پاکترین قربانی تبدیل بواست، کسی که هیچ موقع گناه نکود، مقدس و پاک و کامل با تا بتنه گناه جریمه فده. بی گناهی که گناهکار مره عوضه بست. اون اکار خوب پیر آسمانی وسی انجام بده تا بتنه بشریت گناه جریمه پرداخت بکنه و اوشن گناه بندگی جا آزاده کنه و بتنه اون چیه که آدم خراب کده بو دوباره چکنه، یعنی رابطه کامل بین انسان و خدایه. عیسی مسیح نه به اراده یهودیان یا رومیان بلکه به اراده خدا مصلوب بپست. خدا عیسی مسیح مصلوب کودن امره پیغمبران پیشگویان تکمیل بکود که بگفته بود اون خدا بره تبدیل بهه تا جهان گناهان اوسنه، یعنی تی گناه و می گناهه. ولی ان آخر کار نوبو، سه روز بعد مرگ خدا عیسی ویریزنی تا وعده خوی ایمانداران افده که اوشنم مردیان جا ویریزد و تا ابد زندگی کند. بعد اتفاق عیسی خوشاگردان وعده بده که دوباره وگرده، ولی ایدفه به عنوان داور و پادشاه. مسیح خدا طرف جا انسان هدیه ایفده، انسان ده گناه درون نمیره و خدا جا سیوا نیسه اگر عیسی به عنوان قربانی گناه قبول بکنه. بردم و خاخورن، شما زمانی تنید ار رابطه خدا مره برقرار بکنید که اون هدیه قبول بکنید، یعنی عیسی مسیح ایمان باورید.